همکارم شاهد علوی از واشنگتن دی سی با ماست. شاهد، به نظر میرسه که آرام آرام دارن شروع میکنن تعداد زیادی از این احکام اعدام رو اجرایی کردن. بله فرزاد، عملا این اعدام ها به نظر میرسه که از اول آذر به یک معنا شروع شده. البته ما میدونیم که از اول ابتدای سال میلادی جاری که یک ماه پایانش مونده، دست کم 707 نفر آدم در ایران اعدام شدن. این تعداد در بعد از در واقع شروع جنگ اسرائیل و حماس در 7 اکتبر شدت گرفته. فقط در این فاصله 176 نفر اعدام شدند. اما اعدام هایی که ناظر به در واقع فعالین سیاسی هست یا کسانی که به شکلی در پیوند با اعتراضات بازداشت شدند، به نظر دست کم در حدی که ما اطلاع داریم در ماهای اخیر، طبعا ما همه چیز رو اطلاع نداریم متاسفانه، از اول آذر شروع شده با اعدام غلام رسول حیدری، شهروند بلوچی که ما حتی دقیقا نمیدونیم به چی متهم شده. معمولا این اعدام ها رو در این 2 هفته اخیر ربط دادن به قتل مأمورین امنیتی. غلام رسول حیدری از ترکیه برمیگشته، وارد ایران شده، کسی هم کارش نداشته، در مسیر مینا به جاسک بازداشتش کردن، باش خشونت کردن، بعد به تهران منتقل شده، اونجا حبس ابد گرفته، بعد با تلاش خانواده که نزدیکتر باشه برای ملاقات به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شده. حدی که ما می‌دونیم که زندانی با حبس ابد اعدام شده، این در واقع مورد نخواست هست در اول آذر. دوم آذر با هم صحبت کردیم، میلاد زهروند اعدام شد که اون هم متهم شده بود در شرایطی که ما میدونیم که از دادگاه منصفانه برخوردار نبود. بعد ما 7 آذر هانی آلبوشهبازی رو داریم. ایشون در اعتراضات در، اگر اشتباه نکنم، 28-12 آذر در واقع 98 بازداشت شده بود. همون زمان تصاویرش بود که ایشون رو میگفتن جانش رو از دست داده چون به شدت زخمی شده بود، بعد شکنجه شده، مدت طولانی بیخبری کامل ازش بوده و در نهایت به اتهام قتل یک بسیجی و یک در واقع پلیس جونش رو گرفتن. به همین ترتیب ایشون هم دادگاهی نداشته منصفانه، وکیل نداشته، هیئت منصفه ای نبوده، شواهدی ارائه نشده. بعد از اون میرسیم به در واقع ایوب کریمی که زندانی اهل سنتی بود که سالها نزدیک بیش از 10 سال زیر حکم بود، 14 سال، و در نهایت اعدام شد. 14 سال نگرش داشتن، بیشتر آزار شدن و بازم ایشون جزء پرونده‌ای بود که اکثر متهمان خودشون معرفی کرده بودن چون فکر میکردن کاری نکردن. و البته ترمز صابر مطلق رو داریم از زندان دهه 60 که در 6 شهریور 60 آزاد شد، بازداشت شده بود یه چند هفته ای که شاید تو یک مقام جونسمی رو کشتی، بعد شواهدشون آزادش کردن. بعد از سالها از خارج برگشته، زندان خونوادش سال 99 بازداشتش میکنن برای همون پرونده‌ای که قبلا تبرئه شده بود که حتی طبق قوانین جمهوری این کار جرمه، قوانین خودشون. ایشون گرفتن و در زندان رش اعدامش کردن و در نهایت البته کامران رضایی که مورد صحبت امروز ما هست، کامران رو پدرش رو در 8 سالگی از دست داده، کامران در شیراز بازداشت شده. مثل همه این داستان ها، من میگم داستان چون در واقع سازمان حقوق بشری میگن داستان، در واقع گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر در ایران میگه داستان، اینا سناریو سی چوایی پوشش وجود نداره. کامران رضایی رو به اتهام قتل یک بسیجی گرفتن. کامران در مدتی که در زندان بوده متاسفانه اطلاعات نموردش نشده، این ایراد ما روزنامه نگاران است که نتونستیم پیداش بکنیم با توجه به محدودیت ها. متاسفانه ایشون به حدی شکنجه شده در 7 ماه انفرادی که در واقع در ادرارش خون دیده می شده مدت ها، و البته شنوایی گوشت راست دچار آسیب شده. اما در تمام این مدت همبندیان شهادت میدن که گفته من بیگناه هم وطن آزاد میشم چون کاری نکردم، من زیر شکنجه به خاطر اینکه از درد شکنجه خلاص بشم اعتراف کردم. من نکته ای رو اگر وقت باشه فرض اشاره بکنم حتما. این بله خیلی سپاسگزارم. این سه رو که نگاه میکنیم، دفعه قبلم فکر کنم اشاره کردیم، در واقع اشاره میکنه به یک وضعیت بحرانی در ایران که سالهاست در موردش گزارش داده میشه. مسئله مسئولیت نظاممند مقامات و ماموران جمهوری اسلامی از مجازات، مسئله این که تمام این بازداشتی ها بعد از شکنجه زمانی که دادستان میبینن بهش میگن چون میدن جونشون در خطر، یعنی عقل سلیم بهشون حکم میکنه، نشون میدن آثار شکنجه رو. گزارش های بسیار متعددی هست، دادستان ها، مامورین دادستانی، قضات همدست این چیزی میشن که عفو ببینن بهش میگه جنایت نظاممند، یعنی عملا نادیده میگیرن آثار شکنجه رو، آثار در واقع خشونت جنسی رو،
کتککاری رو، سوزوندن پشتشون رو که در بازداشتگاه اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، خانه های امن به وفور رخ میده، مستندسازی شده. اینها ادعاهای صرف نیست و عملا همدست میشن، بعد هم بر اساس همون اعترافات اجباری اینها رو جونشون رو میگیرن. به نظر میرسه تا زمانی که سازوکار بین المللی استفاده از اصل سرایت جهانی استفاده نکنن کشورها برای اینکه معاهد جمهوریستان رو پاسخگو بکنن برای جنایتی که بهش متهم هستن، این روند دردناک ادامه داره. تنها کاری که شاید میشه کرد این هست که ما به عنوان روزنامه‌نگار بیشتر فعال بشیم که خبر اینا رو داشته باشیم که بلکه با فشاری که افکار رو ایجاد میکنه به یک شکلی این زنجیره خونین کشتار شهروندان ایرانی در زندان گرفته بشه. ممنونم از تو همکارم شاید علوی از واشنگتن دی سی.